رسیدیم مقاله رسیدیم قسمت سوم مقاله 52 فدرالیست که مریسون نوشته. امروز هم که چون روز تنکسگیوینگ 2016 است، گاگو داریم و این پنجره رو بهتون نشون میدیم که به اصطلاح این رومیت ما چراغونی کرده. ما هم هنوز سرماخوردگی داریم. خب تو مقاله، تو قسمت قبلی این مقاله به اینجا رسیدیم که مدیسون میگه این نماینده های مجلس نمایندگان کنگره برای دو سال ما انتخابات گذاشتیم و شروع میکنه حالا اینجا به مردم، به خوانندگان شعر دادن که تقریبا ریشه این دو سال انتخابات دو سال و باینیال یعنی دو سال و چند تا لغت دیگه اینجا به گوشتون میخوره وقتی میخونید. ترایب یعنی هر لغتی که ترای داشته باشه، تی آر آی یعنی سه، ترایینیال میشه سه سال. بعد یه لغت دیگه هم هستش سپتنیوز، اونم 7 سال به 7 سال. حالا گفتم بهتون خودتون بعدن بشینید یه دارت المعارف روی کامپیوتر جلوتون بذارید و این خلاصه قانون انتخابات بریتانیای اون زمان رو نگاه بکنید. یادتون باشه در قرن 17 توی بریتانیا، یعنی از سال 1620 تقریبا تا 1688 که انقلاب پرجلالشون رو داشتن که میگن Glorious Revolution، گردن یه شاه رو زدن. جنگ داخلی شد توش توی انگلیس و یه شاه دیگه یا یه ملکی دیگر رو فراری دادن تا اینکه سال 1688 خب یک انقلابی که بهش میگن Glorious Revolution که زیاد توش خون ریزی نبود، یکی از اینا، یک دو خانومی که قرار بود ملکه بشه توی انگلیس، یه شوهر آلمانی کرد، اون شوهر رو برداشتن آوردنش توی انگلیس، کردنش شاه انگلیس، شاه بریتانیا. و این شوهرم همونجا مجبورش کردن که یه سری امضا بده. یعنی چی؟ یعنی بگه یه قانون اساسی ما داریم، یه چارتری داریم الان که تو دیگه آزادی ما رو نمیتونی بگیری، پا تو از گلیمت نمیتونی بیرون بذاری، چون ما این که داریم تو رو انتصاب میکنیم. و شاه هم قبول میکنه، برای اینه که به این دوره میگن Glorious Revolution، انقلاب با جلال انگلیس. بین 1620 تا حتی یه ذره یه نسل بعد از اینی که این انقلاب پر جلالشون شد، اینا طول عمر یا طول زمانی که هر چند وقت و چند وقتی که برای پارلمان انتخابات می شد عوض کردن. اولش که فقط شرط این بود که پارلمنت شال میت اوری ایر، فقط پارلمان هر سال دور هم جمع بشه. هیچ حرفی نمیزنه که اعضای پارلمان چند سال میتونن اون تو خدمت بکنن، فقط میگه سالی یه مرتبه دور هم جمع بشن. بعد این آزادی خواهای انگلیس از همون واسط قرن 17 شروع کردن و تا این مسخره بازی چیه؟ پارلمان باید انتخاب بشه، حد اکثر یه حد اکثری باید بهش بدی، مثلا سه سال باید یه انتخاباتی باشه، یا هفت سال باید این مسخره بازی رو بذارید کنار. برای این هی شروع کردن قانون یه ذره عوض کردن، پارلمانی کردن سه سال بعد کردنش هفت سال و همین جوری مون تا سال 1911 فکر میکنم کردنش 5 سال
پس مدیسون این تاریخ ها رو نگاه میکنه، به خواننده هاش توی این مقاله میگه، میگه شما این مسخره بازی اون زمان پارلمان بریتانیا رو ببینید و ببینید که توی این تاریخ این قرن آزادی خواه چجوری با این مسئله برخورد کردن و ما طبق این درس تاریخی که گرفتیم به این نتیجه رسیدیم که biennial elections انتخابات دو سال برای این شاخه کنگره آمریکا یعنی مجلس نمایندگان خیلی عالیه. بعد اشاره میکنه میگه قانون اساسی ایالات مختلف رو ببینید، خیلی ایالات هستن مجلس نمایندگانشون رو هر سال انتخاب میکنن، بعضی ایالات ها هستن که هر 7 سالی انتخاب میکنن. میگه بیایم تجارب اینا رو که نگاه بکنیم میبینیم که این یه سال خوب نیست برای نامزد شدن به کنگره آمریکا، به دلیل اینکه کنگره، یه البته این قسمت رو غیر مستقیم میگه، کنگره فاصلش با ایالت بیشتر از مجلس نمایندگان ایالت تا شما، برای نمیگه باستین یه مقداری وقت بدید طرف بره اونجا جا بیفته یه ذره یاد بگیره. منتها دو سال خوبیش اینه که بعد اینکه کارشو یاد گرفت و اینا، اگه یه وقتی پر روی کرد یا حق شکنی کرد یا به حرف مردم گوش نکرد، شما میتونید از قدرت بیاریدش، از کرسی قدرت بیاریدش پایین و یکی دیگر انتخاب بکنید. بعد یه مقداری هم راجع به پارلمان ایرلند میگه که اون زمان تحت کنترل کمپلت بریتانیا بود و همچین حقوق زیادی مردم ایرلند نداشتن، پارلمان بود که خیلی چیزها رو تعیین میکرد، میگه به اونم نگاه بکنید. ولی اصل مطلب اینه که میگه ما بایست برای این شاخه، یعنی شاخه کنگره آمریکا که مجلس نمایندگان هستن، انتخابات زیادی داشته باشیم که این نماینده ها یادشون نره کی اربابه، مردم اربابن، ولی از طرف دیگه اینقدر عقلمون برسه که شبیه مجالس ایالتی یه سال نکنیم، چون مجلس ایالت تا مثلا اون قسمت ایالت که شما زندگی میکنید فوقش یه روز یا 2 روز با اسب یا عرابه فاصله داره، طرف میتونه بره 3-4 روز دیگه برگرده اگه احتیاج بود، ولی برای کسی که تو جورجیاس یا ساوث کارولاینا بخواد پاشه بره تا واشنگتن دی سی و از این وقتا 1 هفته شاید طول بکشه. به خاطر اون 2 سال ما فکر میکنیم خوبه برای طول عمر نمایندگی یه نفر بر مجلس نمایندگان.